اوپن آرمز کشتی امدادی متعلق به یک نهاد اسپانیایی غیر دولتی غیر انتفاعی که کارش نجات پناهجویان است که از طریق دریای مدیترانه راهی اروپا هستند، روز جمعه 25 اسفند با 200 تن مواد غذایی از قبرس به ساحل غزه رسید. گرچه سازمان‌های امدادی می‌گویند کمک رسانی از طریق دریا یا توزیع مواد غذایی از طریق هوا جوابگوی نیاز گسترده گرسنگان غزه نیست، اما سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی نیز تصمیم گرفته کمک‌های غذایی را که از سوی جامعه جهانی اهدا می‌شود از طریق یک اسکله موقت به غزه برساند. نهادهای خیریه با توجه به ادامه عملیات تهاجمی اسرائیل، بستن تمامی راه‌های زمینی امدادرسانی به روی جنگ زدگان و همچنین انکار گزارش‌های مربوط به وجود بحران سوء تغذیه در غزه، امیدوارند این نخستین کشتی به عنوان آزمونی برای ادامه کمک رسانی از طریق دریا میسر واقع شود. نهادهای خیریه در پی کشته شدن صدها نفر از ساکنان غزه در جریان توزیع میزان محدود مواد غذایی زیر نظر تانک‌های اسرائیلی یا پرتاب مواد خوراکی از طریق هوا میگویند باید راه‌های بهتر و امن‌تری برای رساندن این کمک‌ها به دست مردم ایجاد شود. گرسنگی باعث شد بیام تکیه. دلیل اصلی اومدنم به تکیه همینه. ما قبلا بهترین غذا رو تو خونه های خودمون میخوردیم، اما حالا مجبوریم بیایم اینجا چون اسرائیلی ها همه رو بستن و اومدن تو غزه و همه جا رو داغون کردن. والا ما خودمون تو خونه هامون بهترین غذا رو میخوردیم. ارتش آلمان از روز پنجشنبه در تدارک اعزام یک هواپیمای باری حامل کمک‌های انساندوستانه به نوار غزه و توزیع آنها از طریق هواست. توزیع مواد غذایی از طریق هوا برای جنگ زدگان غزه نخستین بار توسط اردن و سپس ایالات متحده و فرانسه انجام گرفت. با گذشت 5 ماه از جنگ اسرائیل و حماس، تشکیلات بهداشتی حماس در تازه ترین گزارش خود آمار تلفات فلسطینی ها را 31341 تن و شمار مجروحان را 73134 نفر اعلام کرده است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.